به نام حق و آنکه حقیقت را آشکار می‌کند. سلام بینندگان گرامی. شاید این واقعیت تلخ باشه که تاریخ در بسیاری از فصول خود عرصه سوء استفاده برخی از حاکمان و سیاست پیشگان بوده است. این سیر وقایع و حوادث بر مبنای گذشت ایام که متفکران و فلاسفه از آن به عنوان تاریخ یا علم تاریخ نام میبرند، یکی از پرمناقشه ترین عرصه های فکری و نظری آدمی است. تاریخ مکتوب آدمی آن زمان نام تاریخ مکتوب به خود میگیره که از منظر ذهن یک فرد بر قلم وی جاری بشه. زمانی که ذهنیت فردی که مکتوب کننده تاریخه با غرض فکری یا سیاسی و نژادی در هم بیامیزه، تحریف تاریخی صورت میپذیره. چه بسا در این تاریخ نویسی تاریخ به یک ابزار سیاسی جهت کسب منافع سیاسی و برتری طلبی نژادی تبدیل بشه، و این همان چیزی است که در بسیاری از مقاطع تاریخی از جمله در زمان جنگ جهانی دوم نیز صورت پذیرفته است. همه سال محافل صهیونیستی همزمان با فرارسیدن 27 ژانویه مراسمی را در نقاط مختلف جهان از جمله محل اردوگاه آشویتز در لهستان، جایی که ادعا می شود یهودیان بسیاری در آنجا کشته شده اند، برگزار می کنند. این مسئله فرصت محترمی برای رژیم اسرائیل است تا همه ساله اروپاییان را به بهانه واقعی که ادعا می شود رخ داده به طلب بخشش وادار کنند. این ماجرای سؤال برانگیز توانسته تأثیر حائز اهمیتی در واکنش این دولت‌ها در قبال سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی داشته باشد. بعد از آنکه عوامل صهیونیسم توانستند رقم 6 میلیون قربانی یهودی را طرح کنند، نوبت به فرایند ثبت و تبلیغ آن شد. صهیونیست‌ها که به اهمیت تبلیغات و رسانه‌های گروهی واقف بودند، از اواخر قرن 19 میلادی مالکیت بیشتر رسانه‌های گروهی آمریکا را در اختیار گرفتند. امروزه در زمینه مطبوعات 70% از این رسانه در اختیار بانکداران نژادپرست یهودی است. رابرت مردوخ، سرمایه‌دار بزرگ صهیونیست، به تنهایی در هر روز 3 میلیون روزنامه و در هر هفته 4 میلیون مجله و هفته‌نامه منتشر می‌کند. وضعیت مالکیت شبکه‌های تلویزیونی آمریکا نیز به همین صورت است. 7 نفری که در رأس شبکه عظیم تلویزیونی NBC، CBS و ABC قرار دارند و دارای بیشترین تماشاگران آمریکایی هستند، همگی از صهیونیست‌ها هستند. در میان هنرها، هنر هفتم یعنی سینما به دلیل جذابیت و فراگیریش مورد توجه نژادپرستان یهودی قرار گرفته تا بدین وسیله داستان‌ها و روایت‌های دروغ و خیالیشان را بر افکار و احساسات ملل مختلف جهان تزریق کنند. دلیل این مدعا آنکه کمپانی‌های معروف فیلمسازی همگی متعلق به یهودیانی است که با کنگره جهانی یهود که یک مرکز نژادپرستانه یهودیان آمریکاست روابط تنگاتنگی دارد. هالیوود ماشین خوبیه برای ساخت تولیداتی در راستای هولوکاست و اشاعه اون. اکثر فیلم هایی که ساخته میشه مثل فهرست شیندلر در راستای اشاعه این افسانه است. اختصاص بیش از 1500 اثر داستانی در هالیوود و سینمای اروپا و صدها اثر مستند به واقعه هولوکاست و دیگر داستان هایی که به موضوع مظلومیت یهودیان میپردازند گوشه ای از این تبلیغات دروغین است. سلاطین هالیوود با ساخت این فیلم های تحریف شده و قلوب‌آمیز سعی دارند تا اهداف سیاسی خود را در لابلای آنها مطرح نمایند و اهداف رژیم صهیونیستی را تقویت کنند.
شب و مه با استفاده از عکس‌ها و پیام‌های آرشیوی به دست آمده از روزها و نیروهای متفقین و نیز آرشیو حکومت نازی ساخته شده است. آلن رنه تصاویر جدید و رنگی آشویتس را با تصاویر عکس‌ها و پیام‌های مستند سیاه و سفید همان اردوگاه در روزهای انتهایی جنگ مقایسه می‌کند تا نشان دهد که برخلاف ظاهر آراسته و چشم نواز فعلی در آنجا چه وقایعی اتفاق افتاده است. تصاویر رنگی امروزین زیبا و زندگی آفرینند، اما تصاویر سیاه و سفید تصویرگر مرگ و تباهی و اسارت. همه جزئیات اردوگاه آشویتس، هم از نوع طبقه بندی افراد در آن که شامل محل زندگی کافوها یا مأموران غیر آلمانی اردوگاه و خوابگاه اسیران و نیز جزئیاتی مثل کوره‌های آدمسوزی و نیز اتاق‌های گاز و نیز محل صابون‌سازی از اجساد اسیران به تصویر کشیده می‌شود. آلن رنه سعی کرده تا واقعه کشتار یهودیان در کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز هرچه فاجعه‌آمیزتر پرداخت شود. اما هر بیننده کنجکاو و صاحب نظر در مسائل تاریخی میتواند به راحتی برداشت‌های قلوبامیز این فیلم را تشخیص دهد. صحنه‌های پایانی این فیلم به نمایش انبوه اجساد اسرا و رنج و مهنت اسرای زنده مانده که بسیار نحیف و لاغرند اختصاص دارد. طبق اسناد به دست آمده در سال 1944 شیوع بیماری تیفوس در آلمان و لهستان از یک طرف و از طرف دیگر قحطی و گرسنگی در این مناطق و از جمله اردوگاه آشویتس جان هزاران تن را گرفت. برخلاف گفته های فیلم، تمامی اجساد به نمایش در آمده در این فیلم متعلق به اسرایی است که در اثر شیوع بیماری مهلک تیفوس کشته شدند و نه در اثر استنشاق گاز. طبق اسناد به دست آمده، جسدهای این افراد که مملو از میکروب مهلک تیفوس بوده به همراه وسایل آنها سوزانده می شوند تا بدین وسیله از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری شود. اتاقهای گاز به نمایش در آمده در این فیلم نیز چیزی جز اتاقهای معمولی نیستند. C'est que lorsqu'on visite Auschwitz ou lorsqu'on vous montre des photos, on vous donne à voir. زمانی که از آشویتس بازدید می کنیم، عکس هایی که از اون مکان وجود داره به همراه لوازم و وسایلی که تحت عنوان بقایای اجساد هستند رو به ما نشون میدن و میگن این کفشای افرادیه که با گاز خفه شدن، یا موهای به جا مونده از افراد رو مدعیان که موهای افراد خفه شده با گازه. عینک و وسایل دیگر رو نشون میدن، اما اینها کاملا دروغه. در تمام اردوگاه‌های تبعیدیان در همه جا از جمله اروپا در طول جنگ جهانی دوم، افراد مجبور بودن مواد رو از هر نوع آن بازیابی کنند. اروپا در طول جنگ جهانی دوم تحت محاصره اقتصادی بود و این یک امر ضروریه. در اروپا همه چیز کم بود، مثل چرم، بنابراین کفشای مستهلک رو جمع‌آوری و اونا رو بازیافت می‌کردند و دوباره از اونها کفشای نو می‌ساختند. درباره موهای به جا مونده میتونم به شما بگم که در طول جنگ جهانی دوم در تمام سالن‌های آرایشگری در فرانسه دو بار در هفته موها رو جمع‌آوری و از اونها در ساخت پیرهن مشکی، دمپایی و راحتی و یا چیزهای شبیه اونها استفاده می شد. باید بگم دروغ‌ها بر مبنایی بنا شده که سعی بشه همه چیز طبیعی جلوه‌گر بشه، مثل کفش‌ها، موها و چیزهای دیگه، تا به ما بگن که اینها بقایای افرادیه که با گاز کشته شدن و توریست های زودباور و ساده نیز بدون کنکاش اونا رو میپذیرند و میگن اوه خدای من وحشتناکه، در حالی که اونها با یک دروغ بزرگ روبرو هستند. آنچه انگلیسی ها در اردوگاه برگن بلسن یافتند از قبیل قرارگاه ها و چادرهایی پر از جسد بر اثر بیماری های همگیر از جمله تیفوس مرده بودند. پس از آن خبرنگاران و عکاسان به اردوگاه سرازیر شدند و صحنه‌های هولناک فیلم و عکس تهیه کردند. یکی از همین صحنه‌های ویژه که به عنوان نمونه
در فیلم شب و مه نشان داده شد، تصویری بود که در آن یک بلدوزر اجساد جمع شده را داخل یک گودال بزرگ می‌ریخت. بلدوزر مزبور در اختیار سربازان انگلیسی بود و یک سرباز انگلیسی آن را می‌راند. اما سازندگان فیلم به گونه‌ای وانمود کردند تا بسیاری از بینندگان تصور کنند بلدوزرهای آلمانی در حال انجام چنین عملیاتی بودند. جالب این که ریاست دایره امور سینمایی وزارت کشور انگلیس در سالهای آخر جنگ و پس از آن به عهده یک یهودی به نام سیدنی لوئیس برنشتاین بود و او مطابق میل خود و اهداف سیاسی یهودیان بیشتر فیلم‌های ساخته شده را تهیه می‌کرد. این امر بسیار حائز اهمیت است، چون در سالهای پس از جنگ صنعت فیلم آلمان و ایتالیا و تا حدودی فرانسه در اثر جنگ از کار افتاده بود و این سه کشور که بیشترین آثار مستند و داستانی در اروپا را تهیه می نمودند نمی توانستند فیلم بردارانشان را به دیگر مناطق اروپا رهسپار کنند. این وضعیت فرصت خوبی بود تا نیروهای انگلیسی و یهودیان چون لوئیس برنشتاین مطابق اهداف سیاسی و فرهنگیشان اقدام به این کار کنند. به طور مثال یکی از همین فیلم‌هایی که توسط برنشتاین یهودی تهیه شد، فیلم شوک نام داشت که در آن تحریفات بسیاری در مورد نیروهای آلمانی و مسئله هولوکاست دیده می‌شود. رسانه‌های گروهی اروپا و آمریکا نیز به هر شیوه ممکن از این فیلم بهره برداری کردند تا اجساد مردگان و همچنین بیماران در حال مرگ اردوگاه را در مقیاس وسیع دنیا نشان دهند. سوال اینه که رژیم صهیونیستی از اقامه مسئله هولوکاست چه نفعی میبره؟ جواب کاملا واضحه. رژیم صهیونیستی معتقده در همه جنگ ها مردم رنج و ستم میبینن، اما ما یهودیان در طول تاریخ بیشترین ستم رو متحمل شدیم. ما اولین و آخرین گروهی هستیم که محکوم به تبعید شدیم و ما تنها گروهی هستیم که کارخانه های مرگ و اتاق های گاز رو تجربه کردیم. ما 6 میلیون جمعیت خود رو از دست دادیم و این فوق‌العاده وحشتناک و دلخراشه و اینها دلایل و بهانه‌های ایجاد اسرائیله. پس از جنگ جهانی دوم یهودیان با ادعای کشتار جمعی و اتاق‌های گاز مدعی شدند که همه کشورها باید با اسکان یهودیان در فلسطین موافقت کنند. بعد از اون کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه، انگلستان، آمریکا و همچنین کشورهای دیگه این چنین اعلام کردند که با توجه به اینکه یهودیان ستم دیده رنج و مشقات زیادی رو در طول جنگ متحمل شدند، حق دارن که در فلسطین ساکن بشن. این صنعت تفنن و سرگرمی تحت عنوان هالیوود بیشتر توسط یهودیان نجات پرستی که هواداری آشکاری نسبت به صهیونیسم بین الملل و سیاست‌های دولت اسرائیل داشتند و دارند اداره می‌شد. کمپانی‌های عمده هالیوود مانند کولومبیا، مترو‌گلدوین‌مایر، پارامونت، فوکس قرن 20، یونیورسال و برادران وارنر توسط این گروه به وجود آمدند. پس از جنجال‌های تبلیغاتی بسیار، یکی از معروفترین ادعانامه‌های سینمایی ماجرای هولوکاست از سوی استیون اسپیلبرگ، کارگردان برجسته هالیوود صادر شد. جایزه اسکار سال 1994 با عنوان مرد اول هالیوود فرصت تأسیس یک شرکت بسیار بزرگ سینمایی و استدیوهای مربوط به آن پاداشی بود که از سوی سران سیاست پیشه هالیوود و برای فیلم فهرست شیلر نصیب اسپیلبرگ شد. اسپیلبرگ خود رو از نسل سوم بازماندگان هولوکاست میدونه و ادعا میکنه که برخی از خیشاوندان خود رو در اردوگاه‌های مرگ از دست داده. فیلم فهرست شیلر بر اساس کتاب داستانی به همین نام ساخته و پرداخته شده. نکته جالب در مورد این کتاب اونه که در چاپ اول این کتاب در صفحات ابتدایان نوشته شده بود که داستان فهرست شیلر تخیلی و غیرواقعی است، اما در چاپ‌های بعدی این جمله
این جمله کلیدی حذف شد. اسپیلبرگ به مدد فیلم برداری سیاه و سفید و کم نظیر این فیلم سعی نموده تا این فیلم را به تصاویر مستند آرشیوی جنگ جهانی دوم نزدیک کند. به تعبیر دیگر، مهمترین هدف این کارگردان آن بوده تا به یک داستان خیالی رنگی از واقعیت دهد تا بستر بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی را فراهم آورد. استفاده از این نوع فیلم برداری برای برخی از بینندگان این توهم را به وجود می آورد که با واقعیت های تاریخی روبرو شده اند و این همان چیزی است که گردانندگان معرکه هولوکاست به دنبال آن هستند. باید گفت اگرچه تصاویر سیاه و سفید فیلم فهرست شیندلر با هنرنمایی های اسپیلبرگ به واقعیت نزدیک شده، اما هیچگاه واقعی تر از صحنه های تصاویر مستند کشتار کودکان و زنان و مردان فلسطینی که هر روزه از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش می شود نیست. Comme je vous ai dit, Hollywood est une source inépuisable de films sur l'Holocauste. هالیوود یک منبع نامحدود و خستگی ناپذیر تولیدات فیلم هایی درباره هولوکاست است. دوباره تکرار میکنم، وقتی که دلیل و سندی برای ارائه دادن ندارن، فیلم میسازن. آدم های خیلی ساده ای هستن که وقتی تلویزیون تماشا میکنن، به راحتی این فیلم ها رو باور میکنن و میگن بله من دیدم، من در تلویزیون دیدم که آدم ها رو میسوزونن. به عبارتی اونها حقیقت و دروغ رو با هم مخلوط کردن. در فیلم هایی که به موضوع هولوکاست میپردازن نشون داده میشه که کنیسه ها سوخته و این کار توسط آلمان ها صورت گرفته و مردم به راحتی اون رو باور میکنن و این امر هنوز هم ادامه داره. همین چند روز پیش بود که کانال 5 فرانسه فیلمی با عنوان فهرست شیندلر پخش کرد. موضوع این فیلم درباره یک آلمانی بود که یهودیان بیکار و آسیب دیده در جنگ رو در کارخانه خودش استخدام میکرد. در این فیلم نشون داده میشه که زنان برهنه به اتاقهای گاز میرن و داخل اون میشن. آلمان ها نظارگر بودند و میخندیدن. مردم با دیدن این فیلم میگن که ما میدونیم هر آنچه رو که اتفاق افتاده. با نشون دادن آشویتس و پادگان‌های جنگ جهانی دوم، قتل‌ها و شکنجه‌هایی که در این مکان‌ها به تصویر در میاد، تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی به ذهن متبادر میشه. به طور مثال، مردم میگن بله من دیدم که کودکان با صدای بلند فریاد می‌زدند. اونها تصور میکنن که تمام این صحنه‌ها حقیقیه و تمام اینها در همون زمان به ثبت رسیده و حقیقت داره. اونها این فیلم‌ها رو واقعی میدونن. اسپیلبرگ مانند دیگر فیلمسازانی که در مورد هولوکاست و یهودیان آثارشان را ارائه کرده اند بر استثنایی بودن مظلومیت یهودیان تاکید می‌ورزد. آنها در همه جا باید از دیگر اقوام و مردم جدا باشند و این امر به دلیل استثنایی بودن آنهاست. باید پرسید آیا این مظلومیت استثنایی باید یک اشغال و مهاجرت استثنایی که همان اشغال فلسطین باشد را در ذهن تماشاگران تداعی کند؟ آیا کارخانه هایی که شیندلر برای نجات یهودیان از مرگ برپا می کند همان مأمن و پناهگاهی است که یهودیان برای نجات از مرگ و آوارگی بدان احتیاج دارند و با عنوان کشور اسرائیل پس از پایان جنگ جهانی دوم آن را تأسیس نمودند؟ آیا پولهای بیشماری که شیندلر برای نجات جان یهودیان خرج می کند شباهت زیادی به دلارهای بیپایان آمریکا به رژیم نژادپرست اسرائیل ندارد؟ در پایان این فیلم عنوان می شود که شیندلر پس از پایان جنگ سرمایه گذاریش را در آمریکا ادامه داد و در همانجا جان سپرد. پس از آنکه آرامگاه شیندلر در آمریکا نشان داده می شود، فهرستی از افرادی را که شیندلر جان آنها را نجات داده نشان داده می شود. این در حالی است که نویسنده یک کتاب فهرست شیندلر شخصیت‌های کتابش را غیر واقعی خوانده و وجود فهرست شیندلر امری تخیلی بوده.
طبق گفته هرتزل، بنیانگذار جنبش جهانی صهیونیست، دشمنان یهودیان به بزرگترین حامیان صهیونیست ها تبدیل خواهند شد. هرتزل در سال 1912 در نامه‌ای به مدیر امور استعمار انگلستان می نویسد که من بدین دلیل دست به دامان شما شده ام که موضوع من یک طرح استعماری است. از شما تقاضا دارم از طرح صهیونیسم طرفداری کنید. اصل طرح هرتزل عبارت بود از ایجاد یک کمپانی استعماری امتیازگیر تحت حمایت دولت انگلستان. در ابتدا مکان این کمپانی اشغالگر چندان مهم نبود. اوگاندا، آرژانتین، قبرس و ماداگاسکار از سرزمین‌هایی بودند که در نظر هرتزل می‌توانستند مکان اولیه تشکیلات صهیونیستی قرار گیرند. اما دوستان هرتزل به او گوشزد نمودند که فلسطین اسم رمزی است که در تجهیز یهودیان تأثیر بیشتری خواهد داشت. او از این افسانه قدرتمند بهره برداری کرد. برای او مسئله گردآوری عمده یهودیان به صورت یک ملت واحد محوری ترین اهداف بود. نتایج چنین سیاستی در زمان هیتلر عبارت بود از همکاری رژیم نازی با صهیونیست ها بر ضد یهودیان مقیم آلمان و کشورهای اطراف آن. صهیونیست ها هماهنگ با رژیم آلمان نازی بسیج شدند، زیرا این افراد برخلاف میل صهیونیست ها می‌خواستند در کشورشان بمانند و در همانجا به فرهنگ و مذهبشان احترام گذاشته شود. صهیونیست ها طی نامه‌ای که در دهه 80 میلادی توسط حکومت شوروی سابق افشا شد به هیتلر می نویسند در صورتی که آلمانی ها همکاری با صهیونیست ها را بپذیرند، آنها تلاش خواهند کرد تا یهودیان را به خارج از آلمان هدایت کنند و ورود آنها به آلمان را تحریم کنند. آلفرد روزنبرگ تئوریسین عمده نازیسم در سال 1937 می نویسد صهیونیسم باید کاملاً تحت حمایت ما باشد تا هر ساله تعداد زیادی از یهودیان به فلسطین اشغالی انتقال یابند. بر همین اساس بود که آنها در سال 1933 با نازیست ها موافقت نامه ای را جهت انتقال یهودیان به فلسطین اشغالی امضا نمودند. صهیونیست ها سپس طی نامه ای به کمیته یهودیان آمریکا خواستار همکاری یهودیان آمریکا با نازیست ها شدند. حتی انجمن یهودیان در زمان هیتلر با نازیست ها همکاری صمیمانه‌ای در زمینه سرکوب یهودیان طرفدار اقامت در آلمان داشتند. در همین سالها طی موافقتنامه‌ای بین جنبش جهانی صهیونیسم با مسئولین گشتاپو یا سازمان امنیتی رژیم نازی، صهیونیست های مقیم فلسطین تجهیزات کشاورزی خود را از آلمان وارد کرده و پول این تجهیزات از اموال یهودیان مقیم آلمان پرداخت می شده. در مقابل یهودیان آلمانی پس از مهاجرت به فلسطین اموال خود را از آژانس‌های صهیونیستی در فلسطین دریافت می‌کردند. در زمان به قدرت رسیدن هیتلر از هر 100 نفر یهودی عضو سازمان‌های مختلف 5% عضو جنبش جهانی صهیونیسم و 95% عضو جامعه یهودیان آلمانی و خواهان ملیت آلمانی خود بودند. نازی‌ها با صهیونیست ها که از نظر آنها یهودیان مناسبی به نظر می رسیدند و خواهان عزیمت یهودیان به سوی فلسطین بودند هم پیمان شدند. وقتی که ناسیونال سوسیالیست ها در سال 1933 در آلمان روی کار اومدند، از مدت ها قبل زمینه رو برای روی کار آمدن طراحی کرده بودند. در اون سال سازمان یهودی وجود نداشت که با اونها موافق باشه. اما وقتی که هیتلر گفت یهودیان باید دولت خودشون رو داشته باشن و به سرزمین خودشون برن، سازمان های زیادی از یهودیان با هیتلر موافق بودند. البته در این زمینه حرفی از فلسطین و اسرائیل به میون نیومد. در اون زمان بیشتر فکرها به سمت ماداگاسکار و اسکان یهودیان در اونجا رفت. آلمان ها در ماداگاسکار اراضی و زمین هایی داشتند. آلمان ها فرانسویان رو مجبور کردند که ماداگاسکار رو برای این کار به اونها بدن. اما متاسفانه بعد از وقوع جنگ متوجه شدند که انگلیسی ها گذرگاه های آدن و کانال سوئز رو کنترل می کنند. بنابراین مهاجرت به ماداگاسکار برای اونها مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد. بنابراین هیتلر گفت راه‌های زیادی وجود داره که از جمله فلسطین، اما من نمی‌خوام که یهودیان و اسکان اونها رو در فلسطین
به عهده اعراب بگذارم. او دوست نداشت که یهودیان رو در کنار اعراب اسکان بده. ناسیونال سوسیالیست های آلمانی با صهیونیست ها موافق بودند. صهیونیست ها نیز به این مسئله اعتقاد داشتند. اونها معتقد بودند که یهودیان باید کشوری از آن خود داشته باشند. اما این سرزمین کجا بود؟ آلمانی ها مثل برخی دیگر از کشورهای اروپایی معتقد بودند شاید بشه یهودیان رو در جزیره ماداگاسکار اسکان داد و یا در جای دیگه از قاره آفریقا. بعد از مدتی اونها این راه حل رو رها کردند و به این فکر افتادن که شاید بتونن یهودیان رو در گوشه ای از کشور روسیه اسکان بدن. اما بعد از مدتی به راه حل دیگری فکر کردند و اون آرژانتین بود. همچنین به آفریقا و اوگاندا نیز برای اسکان اونها فکر شد. اما در نهایت به این مسئله و راه حل فکر کردند که میتوان یهودیان رو در فلسطین اسکان داد. صهیونیست‌ها از این راه حل استقبال کردند. زمانی هیتلر اعلام کرد که یهودیان میتونن به فلسطین برن. اما اون تحت فشار اعراب و مسلمانان این راه حل رو به فراموشی سپرد و میگفت که یهودیان به خاطر اصالت و شجاعت اعراب نباید به اونجا برن. لازم به ذکره که در اون زمان مفتی اعظم بیت المقدس در برلین بود و تا پایان جنگ جهانی دوم در اونجا باقی موند. بنابراین راه حل نهایی وجود داشته که هیچگاه عملی نشد. اما این مطلب از سوی نازی‌ها هیچگاه گفته نشد که یهودیان باید از بین بروند. چنین چیزی وجود نداشته. هیتلر هیچگاه دستور کشتار یهودیان رو نداده، تنها به این دلیل که اونها یهودی بودند. حتی بودن غیر نظامیانی که در دادگاه نظامی آلمان‌ها در طول جنگ جهانی دوم به مرگ محکوم شدند و یا سربازان و ماموران دولتی آلمان که به جرم کشتن یک یهودی اعدام شدند. توجه داشته باشید که منظور من این نیست که در طول جنگ کشتاری از جمله کشتار یهودیان صورت نگرفته. چرا؟ اما نه به شکلی که اونها ادعا می کنند. بی‌شرمی صهیونیست‌ها از همکاری با رژیم آلمان نازی و سرکوب یهودیان علاقمند به ماندن در آنجا فراتر می رود و آنها برای رسیدن به مقاصد نجات پرستانه و میلیتاریستی به گزینش مهاجران یهودی اقدام می کنند. آنها تنها مایل به کمک به آن دست از یهودیانی بودند که می توانستند در برپایی حکومت نجات پرست اسرائیل خود را توانا نشان دهند. انجمن مهاجران آلمانی از نمایندگان آژانس یهود در برلین به خاطر دادن مدارک مهاجرت به معلولان شاکی بود. در یادداشت‌های کمیته رهایی آژانس یهود وابسته به جنبش جهانی صهیونیسم در سال 1943 چنین نوشته شده است: آیا ما باید به تمام افراد نیازمند بدون توجه به ویژگی‌های هر کدام از آنها کمک کنیم؟ آیا نباید به این کار خود یک خصوصیت ملی صهیونیستی بدهیم و ابتدا کسانی را نجات دهیم که می توانند برای اسرائیل بزرگ مفید واقع شوند؟ من می دانم طرح مسئله به این صورت ممکن است به نظر بی‌رحمانه بیاید، ولی متاسفانه مجبوریم به وضوح بررسی کنیم که اگر بتوانیم از 50,000 نفر 10,000 نفر را که توانایی کمک به تشکیل حکومت و تجدید حیات ملی را دارند نجات دهیم بهتر است یا 1,000,000 یهودی سربار که وزنه کشندهی برای جامعه خواهند بود. ما باید خود را محدودتر کرده و علی‌رغم اتهاماتی که میلیون ها مهاجر ناکارآمد به ما خواهند زد، همان 10,000 نفر مفید را نجات دهیم. زمانی گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر در مورد روش‌های تبلیغاتی نازی‌ها گفته بود که دروغ هرچه بزرگتر باشد واقعی‌تر جلوه می‌کند. به نظر می‌رسد که سازندگان هالیوودی این فیلم‌ها علی‌رغم ادعاهای ضد نازی‌شون از همان روش‌های مرسوم آنان استفاده می‌برند تا موضوعات اغراق‌آمیز را واقعی‌تر جلوه دهند. به نظر من اون چه که شما شنیدید ارائه یک دروغ تاریخی بزرگه و 55 ساله که ادامه داره. قصد دارن اینطور به مردم جهان القا کنند که بحث قتل عام و کشتار یهودیان در طول جنگ دوم جهانی اتفاق افتاده و در حدود 6 میلیون نفر در اردوگاه‌های اسیران با این سیستم کشته شدند. اما مکان‌های این کشتار تا به حال اثبات نشدند.
این مکانها تا به حال مورد مطالعه تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان از جمله شیمیدانها و ساگرین مثل من قرار گرفتن و در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که وجود چون این چیزی امکان نداشته. هیچ مدرک و سند و اثر قابل استنادی ام از مستندات مالی و اقتصادی و اداری دال بر وجود اتاقهای گاز موجود نیست. مرکز و نقطه ثقل این ادعاها قتل عام یهودیان در اتاقهای گاز توسط گاز زیگلون ب است. من اسناد رو مورد مطالعه قرار دادم، مستنداتی که گویای وقوع این جنایت بود رو جستجو کردم، اما هیچ چیز قابل استنادی پیدا نکردم. چرا؟ یکی از همین مستندات که در سال 1985 ارائه شد و اسناد گرشتاین نام داشت، به نظر میرسه که نقطه شروع مستندات باشه. گرشتاین یکی از افراد اس اس بود که مسئول تهیه آذوقه و مسئول بررسی و بازدید اردوگاه‌های اسیران بود. وقتی که در پایان جنگ او را زندانی کردند، مجبورش کردند تا اعترافاتش رو بنویسه و استفاده از گاز زیکلون ب در اتاقهای گاز رو اعتراف کنه. چند روز بعد از امضای این اعترافات او در سلولش به قتل رسید. چند سالی است که یک مهندس فرانسوی به نام هنری رک این اعترافات رو مورد بررسی و بازبینی قرار داده. او طریقه به دست آوردن این اعترافات رو نیز مورد بررسی قرار داده و مشخص کرده که 7 نوع متفاوت از اعترافات گرشتاین وجود داره. این مهندس فرانسوی ماهرانه آشکار کرده که این اعترافات ساختگی و دروغی است. یکی از مهمترین ادعاهای یهودیان و متفقین بعد از جنگ این بود که آلمان‌ها به طور دست جمعی یهودیان را در اتاق‌های گاز می‌کشتند. آنها پس از جنگ به مکان‌های استناد نمودند که ادعا می‌شد در آنجا اتاق‌های گاز بنا شده بود. این ادعای صهیونیست‌ها امروزه به شدت مورد شک واقع شده است. تحقیقات علمی که در اطراف اماکن مورد نظر انجام شده است، عدم صحت آن را ثابت می‌کند. فرد شوستر، مهندس اتاق‌های گاز از آمریکا، مکان‌هایی را که در آشویتز به عنوان اتاق گاز مورد استفاده قرار می‌گرفت را برای انجام آزمایش انتخاب نمود. او ثابت کرد که از این مکان برای این منظور استفاده نشده و حتی ذره‌ای از ترکیب سیانور بر دیوارهای آشویتز یافت نمی‌شود. سم سیانور یکی از اجزای فعال سم زیکلون بی است که ادعا می‌شود اسرا توسط آن به هلاکت رسیدند. این شیمیدان می‌گوید که به فرض اینکه حتی مواد شیمیایی و سموم در این اردوگاه یافت شوند، به دلیل تعداد بسیار زیاد کشته شدگان، یعنی 6 میلیون نفر، سهم هر اتاق گاز 1693 نفر در هفته است. این امر از نظر زمانی مستلزم 68 سال انتظار است. یعنی حکومت نازی آلمان باید 75 سال عمر کرده باشد تا 6 میلیون یهودی را کشته باشد. ساختمان‌ها و امکانات موجود در اتاق‌های گاز نیز بیانگر آن است که از آنها هرگز به عنوان اتاق اعدام استفاده نشده. خیلی ساده است. دادگاه بین‌المللی نظامی که نورنبرگ نام داشت اینومی نیست. یعنی چیزی که نمی‌توان به اون لقب واقعی داد. دادگاه نورنبرگ به واقع یک دادگاه نبود، برای اینکه ساختگی بود. همه از متفقین غربی بودند. فقط روسیه از اونها استثنا بود و روسیه هم جریانات مسکو رو هدایت میکرد. یعنی افرادی که در مقابل مسکو قرار میگرفتند و با اون مخالفت میکردند توسط روسیه کشته میشدند. اگر میگویید دادگاه بین المللی، باید بگویم که خیر، نورنبرگ دادگاه بین المللی نبود، چون دادگاه رو متفقین تشکیل داده بودند. یعنی دادگاهی بود مرکب از فاتحین برای محکوم کردن مغلوبین. فکر میکنم که در حال حاضر نمونه هایی از اون رو داریم، ولی من اسم اونها رو نمیبرم. بسیاری از بازماندگانی که هیچ نقشی در ماجرای اردوگاه های کار اجباری نداشتند، به یک بار خود را به عنوان اسیر جا زدند تا از غرامت های هنگفت استفاده برند. و همین خاطر است که رقم رنج کشیدگان از هولوکاست به یک بار ده ها و صدها برابر شده است. به هر حال کشور آلمان تا سال 2000 میلادی در حدود 60 میلیارد دلار خسارت
به رژیم صهیونیستی و یهودیان پرداخت کرده است. این غرامت‌ها آنقدر برای دولت صهیونیستی مهم بود که بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامش به ناهوم گلدمن رئیس سازمان جهانی صهیونیسم ذوق‌زدگی‌اش را این چنین ابراز می‌کند: تو و من این سعادت رو داشته ایم که دو معجزه رو تجربه کنیم، ایجاد دولت اسرائیل و امضای توافق نامه با آلمان. من مسئول اولی بودم و تو مسئول دومی. کسی که میتونه این دروغ رو از بین ببره افرادی مثل فوریسون هستند. او یک فرد خیرخواه و بشر دوسته. میتوان او رو با پاستور مقایسه کرد که با ابداع دارو به بشریت خدمت کرد. فوریسون هم به خاطر کشف حقایق تاریخی به بشریت خدمت بزرگی کرده.